کاهش منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، فرونشست دشتها و خشکسالی متوالی در کنار استفاده غیرعقلایی از منابع آب باعث شده تا کارشناسان نسبت به آینده ایران نگران باشند. گروهی از روزنامه نگاران و کارشناسان تصمیم گرفتند درباره وضعیت امروز و فردای ایران از منظر مسائل آب و خشکسالی به بحث و تبادل نظر بپردازند و در قالب سری برنامه‌های آبانگان آن را در دسترس علاقمندان به محیط زیست، طبیعت و مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران قرار بدهند. آقای کوسر، چرا آبانگان؟ این اسم از کجا آمده؟ حالا ما مونیم که اول آبانگان هست یا آبانگان. حالا ما سعی میکنیم درست در این چیزی که چک کردیم بگیم آبانگان، ولی آبانگان هم گفته شده. چرا آبانگان رو انتخاب کردیم؟ با دوستامون نشسته بودیم، نشستیم هم فکری کردیم، به قول بقیه طوفان فکری برینستورمینگ، که چه نامی انتخاب بکنیم که هم روی کردی مثبت داشته باشه به آینده ایران وقتی که شهروندان ایرانی مشارکت داشته باشن در وضعیت آب کشورشون، و همچنین نامی باشه که برگرفته باشه از آیین‌ها و تاریخ باستانی کشورمون. آبان یا نگاهبان آب، آناهیتا ایزد بانوی نگاهبان آب بوده و آبان برای ما ماه مقدسی است. آبانگان جشنی بوده که برای بزرگداشت آناهیتا آبان می گرفتند و آبانگان در حقیقت بزرگداشت تلاش هایی هست که کسانی می کنند برای نگاهداری از منابع آب در ایران و تلاش می کنند برای بهتر شدن وضعیت آب، و این کاری هست که ما می خواهیم در برنامه آبانگان داشته باشیم که هم شهروندانمون رو آشنا بکنیم با وضعیت آب، با وضعیت کشورهای دیگه که وضعیت مشابهی داشتند با ایران، و تجربیات اونها رو برای شهروندان ایرانی بیان بکنیم و به مشارکت بذاریم بحثایی رو و حتی یاد بگیریم. یعنی این یک در حقیقت تریبون یک طرفه نیست، یک تریبون دو طرفه است. یعنی دو طرف تریبون دارن، مخاطبان ما باشون صحبت میکنیم، با کسانی که در ایران هستن ارتباط برقرار میکنیم و ازشون میآموزیم که در مناطق مختلف چه تجربیاتی کسب کردن راجب قنات، راجب کسانی که میراب بودن، آبانهای مناطق مختلف ایران در دورهای مختلف چطوری نگهداری کردن از منابع آب، و این ثروت و این در حقیقت ارثیه رو چگونه برای ما به ارمغان آوردن که ما نسل ما متاسفانه بد ازش استفاده کرد و الان نزدیک به 70% منابع آبی ایران از دست رفته. طبعا روند خشکیدگی منتظر نمیشه تا ما برنامه بسازیم گوش کنه و متوقف بشه. هدف از ساختن چنین برنامه‌های چیه؟ چی کار میخواید بکنید؟ روند خشکسالی عملا کند شدنی نیست، چون وضعیت خورشید، وضعیت زمین و آسمان دست من و شما نیست. اما کاری که میتونیم انجام بدیم آشنا کردن شهروندان هست با وضعیت موجود و نحوه حفاظت و نگاهداری از منابع آبی. ببینید، مسئله خیلی مهم این هست که پیشینیان ما توانسته بودند که با استفاده از همون منابع آبی محدودی که داشتند، با استفاده از شبکه‌های قنات آبیاری کاریزی بکنن. تونسته بودند با توجه به امکاناتی که دارن نگاهداری بکنن از زمین‌ها و مانع گسترش بیابان‌ها بشن. اتفاقی که ما مشاهده می‌کنیم در طول 50 سال گذشته گسترش بیابان‌ها هست. بخشی از این مسئله تقصیر فقط دولت نیست، فقط تقصیر گرم شدن زمین نیست، بخشش تقصیر ما ایرانیانه. ما ایرانیان چرا فضاهای سبز رو نگاهداری نکردیم؟ چرا مراتع رو گسترش ندادیم؟ چرا فضای سبز رو گسترش ندادیم؟ چرا از خاک درست استفاده نکردیم؟ چرا ما مانع شسته شدن خاک نشدیم؟ فرسایش خاک در ایران الان درجه اول هست در دنیا از نظر میزانش، حجم خاکی که داره شسته میشه. اگر بخوایم ارزش واقعی دلاریش رو بگیم، بالای 100 میلیارد دلار در سال ما داریم خاک از دست میدیم. ارزش خاک خیلی بالاتر از چیزی است که خیلی‌ها فکرش رو میکنن. آقای سام خسروی فرد، شما کارشناس محیط زیست هستین. برای ما روشن بکنید، ببینید وضعیت امروز ایران که استثنا نیست، تغییرات اقلیمی تقریبا در سراسر دنیا اثر خودش رو به جا گذاشته. آیا میشه باهاش مقابله کرد؟
خب قرارم نیست که مقابله بکنیم، ما قرار هستش که مقاوم بکنیم و تغییرات ایجاد بکنیم در نحوه استفاده از طبیعت که بتونیم این بحران رو پشت سر بذاریم. بله، در تمام دنیا تغییرات اقلیمی اثر خودش رو گذاشته، کشورهای بسیاری با مسئله کمابی دارن دست پنجه نرم میکنن، از جمله کالیفرنیا مثلا در ایالت در امریکا، ایالت کالیفرنیا میبینیم که مسئله کمابی درش جدی است. بسیاری از کشورهای خاورمیانه مشکل کمابی رو دارن، از جمله عراق، سوریه و حتی اسرائیل که سالهاست با این موضوع داره دست پنجه نرم میکنه. پیش بینی شده بود که دما در تا کنون بین نیم تا 75 صدم درجه افزایش پیدا کنه، ولی الان میبینیم که تقریبا بیش از دو برابر دما افزایش پیدا کرده. افزایش دما به معنی افزایش تبخیره. از طرفی جمعیت در ایران افزایش پیدا کرده، افزایش جمعیت به معنای مصرف بیشتر آب هست در تمام بخش‌ها، بخش خانگی، کشاورزی و دیگه و بخش صنعتی. بنابراین ما باید برای این شرایط جدید خودمون رو آماده بکنیم. نکته دیگه که اضافه بکنم راجع به این هستش که برخلاف تصور که امسال سال پربارانی بوده، آمارها میگه که نسبت به میانگین بلند مدت ایران 16% کاهش داشته میزان بارندگی درش. در نتیجه ما همچنان وضعیتمون از به وضعیت در واقع ترسالی نرسیدیم. این تصور که هر از گاهی ممکنه بارندگی صورت بگیره و وضعیت رو تغییر بده ما به سوی بهتر شدن اوضاع، این تصور دقیق و درستی نیست. ظاهرا وضع خیلی از مناطق دیگه هم مناسب نیست، مثل سایر کشورهای خاورمیانه یا حتی ایالت کالیفرنیا یا آمریکا. بنابراین میشه گفت این موضوع کم آبی یه پدیده جهانیه، درسته؟ دقیقاً، بعد تجربیات دیگران و سایر کشورها رو گرفت و در واقع کانالیزه کرد و با شرایط ایران منطبقش کرد و به کار برد. ببینید، به عنوان مثال اردیبهشت ماه امسال اعلام شد که کالیفرنیا 12 میلیون اصل درخت رو از دست داده. به دلیل خشکسالی درختان دچار آفت شدن و 12 میلیون اصل درخت از بین رفت. کم و بیش این اتفاق در ایران افتاد. در واقع 18 میلیون بلوط در زاگرس از بین رفتن، ولی آب از آب تکون نخورد، کسی پیگیر ماجرا نشد که چه اتفاق افتاد. در کالیفرنیا درست برعکس، نه تنها مردم بسیار جدی در جریان اخبار قرار گرفتن، بلکه برنامه‌هایی هم برای کاهش اثرات آفت‌ها به اجرا گذاشته شد. کارشناسان دعوت شدن و روش‌های برای بهبود وضعیت در واقع به کار بستن. می‌بینیم در ایران این اتفاق نمی‌افته. فرماندار کالیفرنیا مردم رو شدیداً در جریان اخبار قرار میده. کاهش مصرف آب رو، مصرف آب 20% کاهش دادن، خیلی زودتر از زمان که براش پیشبینی کرده بودن و می‌خواستن این کارو بکنن به این نقطه رسیدن. ولی ما می‌بینیم هنوز کاهش مصرف آب در ایران به بحث جدی تبدیل نشده، فقط هر از گاهی صحبت گرون شدن آب میشه که اخیراً هم این اتفاق افتاد که آب رو برای مشترکان پرمصرف افزایش دادن، ولی این باز دردی رو از اون معضل جدی بی آبی در ایران دوا نمی‌کنه. آقای کوثر، شما رو خیلی‌ها به عنوان روزنامه نگار و کارتونیست می‌شناسن، اما تحصیلات آکادمیک شما زمین‌شناسی بوده. با توجه به رشته تحصیلیتون می‌تونین بگید این نشست زمین که مرتب در اخبار می‌شنویم یعنی چی؟ دشتی که میگن دچار فرونشست زمین شده دقیقاً یعنی چی شده؟ من از دوران کودکی به مناطق مختلفی رفتم که دشت‌های خشکی بودن که در اثر سیلاب معمولاً خراب می‌شدن. این دشت‌های سیلابی گروهی که پدر منم جزوشون بود تونستن بیان و مهار کنن سیلاب رو و سیلاب‌ها رو به قول معروف به زمین سرد بزنن، به خاک سیاه بنشونن و در فصل‌های ترسالی آب رو ذخیره بکنن و در دوره‌های بعد کشاورزان آب کافی داشته باشند و فضای سبز بسیار زیادی ایجاد بشه. در نقاط مختلف این کار کردن. من از دوران کودکی شاهد بودم که در جاهایی که مراقبت کردن که آب زیادی از زمین کشیده نشه، اون زمین ها نشست نمی کنن. نشست در نتیجه این هست که فضای خالی میان ذرات خاک، میان آبرفت ها به خاطر فشار
از بین میره. وقتی آب زیادی رو شما از درون زمین میکشین، اون فضای خالی که میان ذرات هست از آب خالی میشه. وزن لایه‌های بالایی روی این در حقیقت ذرات خاک و همچنین تخلخلی که وجود داره باعث میشه که اون فشرده بشه. فرض کنید یک تیکه ابر خیس داریم. این تیکه ابر خیس رو یک کمی فشار بدین و اون آبی که باقی میمونده بالا دستش این رو خارج بکنید. اتفاقی که میفته اگر ابر رو رها بکنید دو مرتبه برمیگرده سر جاش، ولی زمین اون ابر نیست، زمین سفت میشه و اون حالت فشرده خودش رو نگه میداره و وقتی این اتفاق میفته فضای خالی لازم برای ذخیره آب از دست میره. به همین دلیل هست که نشست اتفاق میفته. یعنی چی؟ دشت های بسیار زیادی ما داشتیم، آب زیادی از درون این دشت ها کشیده شد بیرون و اتفاقی که افتاد این بود که فضاهای خالی با آب مجدداً پر نشد. به عبارت دیگه اگر میزان آبی که شما از درون زمین میکشین برابر با آبی نباشه که دو مرتبه اونجا تغذیه میشه و ذخیره میشه، زمین شما نشست میکنه و الان بر اساس آمار نزدیک 300 دشت ایران نشست کرده و زمینهای بسیاری عملاً دیگه قابلیت اولیه خودشون برای ذخیره سازی آب، کشاورزی و حاصل خیزی رو ندارن. اتفاقی که میفته این زمینها خشک میشن و سطحشون بسیار خشک میشه و هر بادی و هر اتفاقی میتونه این خاک رو از اونجا جابجا بکنه. فرسایش خاک داریم، طوفان گرد و غبار داریم. ببینید چرا ما در طول سالیان اخیر طوفان‌های بزرگ گرد و غبار داریم. یکی از دلایلش همین استفاده بی‌رویه از منابع آب هست. بنابراین باید به یک شیوه این مخازن زیرزمینی پر بشن که دشتا دچار فرونشست نشن. آیا این کار اصلا شدنیه با شرایط موجود؟ یعنی کاهش میزان بارندگی، بعد افزایش دما که به دنبال خودش افزایش تبخیر رو هم میاره، آیا این سفره‌های زیرزمینی رو میشه دوباره احیا کرد؟ یک دشت خشکی هست به نام گربیگون فسا. این دشت خشک سالی یکی دو تا سیل بزرگ داره، ولی در اکثر مواقع حالت بیابانی و داغ رو اونجا تجربه میکنن مردم. خیلی از مردم به خاطر نبود آب، به خاطر نبود امکان داشتن درآمد قابل قبول، از گربیگون مهاجرت کردن و مهاجرت میکردن به امیرنشین‌های جنوب خلیج فارس برای کارگری که بتونن خانواده‌هاشون رو اداره کنن به همین وسیله. اتفاقی که افتاد یک گروه در سال 1662-63 رفتن اونجا و عملیات مهار سیلاب رو اونجا به اجرا گذاشتن و کار ساده این بود، یک رودخانه سیلابی هست که از دل کوه میاد توی مخروط افکنه، در جایی سرعت آب رو اینا میگیرن با یک سد خاکی خیلی کوچک، متأ با گابیون بستن سنگ با کمترین امکانات و ارزونترین امکانات، و بعد یک کانال کاملا تراز درست میکنن به طول بیشتر از 1 کیلومتر، نزدیک 2 کیلومتر، و سرعت آب رو میگیرن. آب در این کانال وقتی پر میشه از طریق دریچه هایی، دروازه هایی به عبارتی سرریز میکنه روی سطح زمین و دو مرتبه به فاصله چند صد متر یک سری کانال که دقیقا موازی اون کانال های اولی هست ولی در ارتفاع کاملا ثابت که به اختلاف شاید 1 سانتی متر باشه کف اون کانال ها اختلاف ارتفاعش، دو مرتبه آب تو اینا پر میشه و دو مرتبه از دریچه‌های همینطور میره و یک تعداد کانال هست. آب وقتی که روی سطح زمین سرعتش کم میشه و آروم آروم جذب میشه، اتفاقی که میفته بخشی از مواد عالی، مواد تغذیه‌ای برای گیاهان رسوب میکنه روی سطح زمین. مواد آواری یا مواد به قول معروف آبرفتی، مواد سیالی که در آب وجود داشتن مثل رس، لای و ماسه، اونها هم رسوب میکنن روی سطح زمین. اشاره شد به اینکه قرار در طول این برنامه از تجربه و اطلاعات صاحب نظران این عرصه، استادان دانشگاه و سایر متخصصین استفاده بشه. آقای خسروی فرد، فکر میکنید دانشگاهی ها، صاحب نظرها از همکاری با برنامه آبانگان استفاده یا استقبال میکنن؟ چرا استقبال نکنن؟ برای اینکه ما فصل مشترکمون سرزمینمون هست. با هر گرایش و هر عقیده و هر فکر و هر ایده ای ما یک سرزمین داریم و هممون در واقع فصل مشترک و خاصگاه هممون ایران است و فکر نمی‌کنم ایرانی باشه که به آبادانی کشورش و بهبود شرایط سرزمینش فکر نکنه و دغدغه اینو نداشته باشه. بنابراین تا جایی که وارد مسائل سیاسی یا مسائل محرمانه و امثال هم نشیم که قرارم نیست بشیم و مشارکت اکثر کارشناسان رو
من فکر میکنم بتونیم جلب کنیم در این زمینه. مضافاً بر این که فقط از متخصصین حوزه منابع آب و یا محیط زیست قرار نیست در این گفتگوها و در این سلسله برنامه‌ها استفاده بشه، ما گروه‌های مختلفی رو باهاشون در ارتباط خواهیم بود، مثلا فرض کنید با جامعه شناسان، با روانشناسان، با متخصصین و پژوهشگران تاریخ، با زنان اثرگذار به خصوص، که چگونه بتونیم مشارکت زنان رو در جوامع محلی حتی جلب بکنیم برای بهبود وضعیت موجود، برای کاهش مصرف آب، برای استفاده و ذخیره سازی، استفاده مجدد و یا حتی ذخیره سازی منابع آب. بنابراین از گروه‌های مختلف ما دعوت خواهیم کرد و از صاحب نظران رشته‌های مختلف دعوت خواهیم کرد که نظراتشون رو در این زمینه بدن و بتونن کمکی باشن برای اینکه از این بحران خشکسالی و خشکیدگی ایران ما عبور بکنیم. در ادامه صحبت آقای خسروی فرد درباره کارشناس، من یک نکته رو می‌خوام بگم. مسئله آب فقط مختص زمینشناس یا متخصص محیط زیست یا مهندس عمران نیست. نه، جامعه شناس، کسانی که تخصص انسان شناسی دارن، کسانی که تخصص نگاه تاریخی دارن و روی تاریخ کار کردن که تمدن‌های مختلف چگونه تونستن از شرایط مختلف استفاده کنن برای نگاهداری از آب. ببینید، ما در منطقه زندگی میکنیم که آب با ارزش بوده. وقتی یک فرشته رو به عنوان آببان نگاه میکنن، بهش به عنوان نگاهبان آب، به این دلیل هست که آب ارزش بسیار زیادی داشته در اون سرزمین. میزان بارندگی همونطور که آقای خسروی فرد گفت در ایران رسیده به 198 میلیمتر در سال، 250 میلیمتر بود. سوریه که بارندگیش 350 میلیمتر در سال بوده، به خاطر اندک خشکسالی، به خاطر اندک کاهش میزان بارندگی، میلیون ها نفر مجبور شدن مهاجرت بکنن از شرق سوریه به منطقه غربی و بحران ساز شد. و خیلی از کسانی که الان مهاجرت کردن به اروپا قربانیان خشکسالی هستن. ببینید چه اتفاقی برای ما میفته. به همین دلیل جامعه شناسان ما ازشون خواهش میکنیم که به ما کمک کنن، حقوقدانان کمک کنن و کسانی که میدونن که نگاهداری از ایران زمین چقدر اهمیت داره برای نسل‌های آینده. اگر ما نگهداری نکنیم از ایران زمین، مطمئناً ویران زمین خواهیم داشت. سپاسگزارم از هر دوی شما، آقای نگاهنگ کوثر و آقای سام خسروی فرد. آبان، یا آنگونه که نیاکان ما اعتقاد داشتند، ایزد بانوی آبهای روی زمین و نگاهبان پاکی و بی‌آلایشی در جهان هستی، آیا بار دیگر به ایران روی خواهد کرد؟ منتظر سری برنامه‌های هفتگی آبانگان باشید.